تو رو دمه دوستان وقتتون خوش. چند تا پست توی رستاخیز سیمرغ مانند همیشه رستاخیز سیمرغ تابو شکنه. رستاخیز سیمرغ مانند همیشه حرفایی رو میزنه که خط قرمز خیلی هاست و بیشتر بازی ها رو تا به امروز چه بازی های مافیایی چه بازی های خود جمهوری انگلستان آخوندی رو به هم زده. مطلبی رو میخواستم بگم خیلی خیلی مهمه. چند تا پست روی برگه های رستاخیز گذاشته شد و یه سری سایبری های جمهوری اسلامی از یک طرف و یه سری هموطنان هم از روی ناآگاهی اومدن و کامنت هایی نوشتن، فوشایی دادن، توهین هایی کردن و انواع اقسام این داستان ها. ببینید دوستان، راز ماندگاری جمهوری انگلنشان آخوندی، راز ماندگاریش، اون شیشه عمر دیو که در شاهنامه هم اومده، یک کلمه است، یک به قول معروف یک کدواژه است و اون کدواژه کدواژه‌ایه که خود رهبر الدنگ جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای رسما اومد و اعتراف کرد راز ماندگاری اهریمن 57 در ایران چیست، که میرید این ویدیو رو با هم بریم ببینیم صحبت علی خامنه‌ای رو بشنویم برگردیم. جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال پیشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست، راز این پیشرفت چیست، چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد، علت چیست و رازش چیست. من عرض میکنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این دو کلمه، همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی، مردم و اسلام. جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی. خب شنیدید علی خامنه‌ای داره صحبت میکنه از راز ماندگاری جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو ملت ایران دیگه بعد از 43 سال من فکر نمیکنم کسی باشه که ندونه جمهوری اسلامی دشمن ملت ایران، دشمن کشور ایران و مأمور نابودی ایران و مأمور نسل کشی ملت ایرانه. همین الان ما در عید نوروز 97 اومدیم چندین برنامه گذاشتیم، اخطار دادیم، هشدار دادیم که نسل کشی بسیار وحشتناکی در آینده در ایران اتفاق خواهد افتاد توسط جمهوری اسلامی. خب ملت فراموش کردن، ملت توجه نکردن، اپوزیسیون دنبال یللی تللی خودش بود. دیدید که همین امروز دارید میبینید توی ایران جنایت هایی که داره به اسم کرونا و بیمارستان هایی که امکانات ندارن، توان ندارن، پرسنلی که خسته شدن، پرسنلی که داغون شدن و انواع و اقسام این جریانات، دارید میبینید مردم رو چگونه مثل برگ خزان جمهوری اسلامی داره میکشه و در گورهای دست جمعی دفن میکنه. اما این همو هست چیو؟ تابوت. اما این همو هست کار به جایی رسیده که وزیر بهداشتشون میاد اعلام میکنه، میاد میگه بیماران آرزوی مرگ دیگران رو میکنن که روی تخت بیمارستان خوابیدن که تخت خالی بشه، اینها برن و اون جای تخت رو بگیرن برای خودشون، بلکه هم مداوا بشن. دارید میبینید رهبر الدنگ جمهوری اسلامی وقتی میاد اعلام میکنه که جلوی واکسن خارجی رو باید گرفت و بعد از اون ور میبینید مافیایی که زیر مجموعه خود رهبر جمهوری اسلامی میبینید میاد داروهایی رو وارد میکنه و به اسم داروهای کرونایی تا 60 میلیون تومان به ملت میفروشه. رژیمی که آب و برق و گاز و نفت و نون و همه چیز ملت ایران رو به یغما و تاراج برده، رژیمی که تمامیت ارضی ایران رو بخشید، رژیمی که دریای کاسپین ایران رو بخشید، رژیمی که قراردادهایی رو که بس با چین و روسیه و امثال اینها ایران رو به تاراج داد، رژیمی که ملت ایران رو غارت کرد تا اربابش موریانه غر یا همون اسرائیل بتونه تثبیت بشه در خاورمیانه و به طرح صلح ابراهیمش که همون
در ادامه اسرائیل بزرگ هست برسه، وقتی همه این چیزها رو میبینید و وقتی میبینید قیامی در سراسر ایران شکل میگیره مثل قیام دیما، مثل قیام آبان 98 و هزاران تن هموطن من و تو ایرانی کشته میشن در خیابان به خاطر اینکه از آرمانشون برای آزادی ایران دفاع کردن، به خاطر اینکه اومدن توی خیابان و فریاد زدن رضا شاه روحت شد و جاوید شاه، شما میبینید در اوج قیام های تیرما و مرداد همین امسال یک شخصی میاد و یک ویدیوی رو میذاره صحبت از جمهوری ایرانی میکنه. کدوم جمهوری ایرانی؟ جمهوری ایرانی که خود علی خامنه ای رهبر مستکبرین جهان، رهبر تروریست های جهان، رهبر بی پدر مادرای جهان میاد و میگه راز ماندگاری جمهوری اسلامی اهریمن 57 دو کلمه است: جمهوری و اسلامی. مافیای ایران ستیز میخواد گام دوم جمهوری اسلامی تبدیل به جمهوری فدرال و جمهوری ایرانی بشه، یعنی ایران رو میخوان تجزیه کنن. حالا هموطن من در داخل ایران با لباس شریف بختیاری وقتی میاد صحبت از جمهوری ایرانی میکنه، داره توهین به پویا بختیاری و پویا بختیاری ها میکنه. ما در ایل شریف و عزیز بختیاری، در قوم بختیاری، ما کم شیرمردان و شیرزنانی نداشتیم که برای تمامیت ارضی ایران جانشون رو دادن. ما بی بی مریم ها رو داشتیم، ما سردار اسدهای بختیاری رو داشتیم، اما از این وقت خائنین هم داشتیم. شما فکر میکنید اینایی که در جمهوری اسلامی دارن ملت ایران رو نابود میکنن، فکر میکنید کیان؟ از کره کجا اومدن؟ اینا بخششون بختیاریه، بخششون آذریه، بخششون کرد ایرانیه، بخششون سیستان و بلوچستانیه، بخششون مال استان مرکزیه، بخششون اصفهانیه، بخششون شمالیه. اینا هموطنای ما، مدت افرادی هستن که منافع شخصی خودشون رو به منافع ملی جمع ارجحیت دادن. افرادی هستن که برای منافع خودشون حاضرن نون رو در درون خون هموطنشون بزنن و سر سفره‌هاشون بیارن. ما همه جا داشتیم، ما شاپور بختیار خائن هم داشتیم از ایل بختیاری، ما تیمور بختیار خائن هم داشتیم، ما میرزا کوچکان انگلی هم داشتیم مال شما. ما کم خائن نداریم. ما بیژن نامدار بیژن زنگله وزیر رئیس مافیای نفت جمهوری اسلامی کرده داریم. ما محسن رضایی بختیاری هم داریم که خائنه. بنابراین نیاید زودی مثل داستان یهودی ها بگید آقا تا هر کی از اسرائیل صحبت کرد یهود ستیزه، یا تا هر کی از یکی از اقوام ایرانی اومد مطلبی رو نوشت در مورد یه شخصیتی، نه قوم، نه شخصیت، نوشت زودی به شخص بگید این او این ضد بختیاریه، این ضد آذریه، این ضد کرده، این ضد شما ملت ایرانید. هر کسی به ملیت شما توهین کرد باید یقشو بگیرید. جمهوری اسلامی به ملیت ما ایرانی ها توهین کرده، جمهوری اسلامی به هویت ما ایرانی ها توهین کرده. حالا مافیای ایران ستیز دنبال جمهوری دومه، مزاحمین خلقی که این همه جنایت در کشور ما کردن صحبت از جمهوری میکنن. بنی صدر خائنی که 40 سال پیش از ایران فرار کرده هنوز امضا میکنه رئیس جمهور منتخب شما بنی صدر. بعد هموطن من لباس شریف کردی به تنش بکنه بیاد توی یک مرکزی، بیاد توی تجمعی و صحبت از جمهوری ایرانی بکنه. بعد انتظار دارید کسایی که ده ها هزار کشته در دو قیام سه قیام اخیر دادن ساکت بمونن؟ این آقای حبیب فدایی یا هر کسی دیگه ای اگر منظوری نداشته، اگر همینجوری این صحبت رو کرده، خیلی ساده است بیاد از مردم عذرخواهی کنه. کسی که میاد در قیام های ملت ایران میاد صحبت از جمهوری ایرانی میکنه، هموطن بختیاری من، اون داره توهین به خون پویا بختیاری ها میکنه، اون داره توهین به خون انواع و اقسام قشرهای مختلف ایرانی که در آبان و دیماه 96 و همین الان کشته شدن داره توهین میکنه. وقتی ملت ایران اینو فهمیدن که برای زدن زیر بازی مافیا باید به پادزهر زهر 57 رو به کار ببری، و بعد یه دفعه یک کسی میاد و صحبت از جمهوری ایرانی میکنه که همون چیزیه که مافیای ایران ستیز میخواد، شما انتظار داری دیگران ساکت بمونن؟ خیلی ساده است، خیلی روانه. ملت ایران وقتی میان توی خیابون فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد، یعنی نه به تمام سناریوی مافیا، یعنی نه به کلیت جمهوری اسلامی، یعنی نه به مزاحمین خلق،
یعنی نه به تجزیه طلب، یعنی نه به فدرالیست خواه. خب شما وقتی ببینید ملت در سراسر ایران اومدن این فریاد رو میزنن، وقتی ببینید یه ویدیو سفارشی میاد بیرون و تمام رسانه ها روش پروپاگاندا میکنن، کل قیام مردم ایزه و کرج و اصفهان و شیراز و جای خوزستان ایران وقتی میاد شعارهای مردم میره تو حاشیه، فقط این یک ویدیو بولد میشه، یک ویدیو و یک تن میشه ابزار دست ایران ستیزان در خارج از کشور، مثل مزاحمین خلق، مثل تجزیه طلب ها. وقتی میبینید اینجوری میشه، چه توقعی داره، چه انتظاری دارید که ملت ساکت بمونن؟ حداقل نه ملت، اون بخش آگاه جامعه چه انتظاری دارید ساکت بمونن؟ مردم وقتی میان میگن رضا شاه روحت شاد، وقتی میان میگن جاوید شاه، یعنی ریشه جمهوری اسلامی که اهریمن 57 و مافیای جهانی باشه رو هدف گرفتن، نه نوع حکومت آینده. شما در ایل شریف بختیاری کدوم هموطن ما رو دارید که دنبال جمهوری باشه؟ آقای فدایی چرا میای هم صدا با علی خامنه ای؟ مگر شما نمیگی ما مخالف علی خامنه ای هستیم؟ مگه نمیگی ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم؟ مگه چوب جمهوری رو روی پوست و گوشت و استخونه حس نکردی؟ مگر ندیدی هم شهریات هم وطنات دارن دسته دسته توی بیمارستان ها کشته میشن؟ مگه ندیدی اصفهان آب نداره؟ مگه ندیدی خوزستان دیگه آب نداره؟ مگه ندیدی سیستان و بلوچستان نفس نداره؟ خب این باعث چی بود؟ این نتیجه 43 سال انگلی به اسم جمهوری در ایران بود. جمهوری، بذار مثال براتون بزنم دوستان. جمهوری پادشاهی مانند یک خانواده ای که پدر داره، یک خانواده ای که بزرگ داره، پدر اون خانواده مسئول اون خانواده است. هر اشکالی مشکلی توی اعضای خانواده، توی رفتارشون، توی عملکردشون، توی زندگیشون پیش بیاد، شما پناه میبرید به پدرتون. پدر میاد میشینه این مسائل رو حل میکنه. اینو بهش میگن سیستم پادشاهی. اما اون کسی که میاد صحبت از جمهوری میکنه، یعنی من حاضرم مادرم و هر 4 سال یک بار به صیغه یک کسی در بیارم. خب کسی که میاد صیغه میکنه که مشکل فرزندان و اون مادر براش مهم نیست، اولویتی نداره. این میشه که امروز وقتی دولت حسن روحانی کلکشو میکنه، گورشو گم میکنه، مسئولینش میان یک یکی جفتک به تاق طویله میزنن. ظریف میاد میگه ما میخواستیم واکسن وارد کنیم، اون نذاش. زالی میاد میگه ما میخواستیم واکسن بخریم، اون نذاش. اون یکی میاد میگه آمار مرگ و میر رو ما دروغ گفتیم برای مصلحت نظام. همه هموطن من، وقتی میای میگی جاوید شاه، یعنی کل ستون مافیای غربی رو ریختی پایین. چرا باید یک کسی بیاد در اوج قیام مردم ایران فریاد جمهوری سر بده؟ آقا نوع حکومت آینده ایران رو ملت بعد از رفتن جمهوری اسلامی انتخاب میکنن. این یک بحث کاملا شفاف و یک اصل حقیقیه. اما برای رفتن جمهوری اسلامی، اون زهری که سال 57 با کلمه مرگ بر فلان وارد کردن رو باید با جاوید بر شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، رضا شاه روحت شاد و امثال این مسائل. ببینید این شعار جاوید شاه هیچ ربطی به خاندان پهلوی نداره. جاوید شاه یعنی جاوید هویت ایرانی، یعنی زنده باد هویت ایرانی. جاوید شاه یعنی من ایرانیم. ما نباید بیام آقای فدایی، جمهوری ایرانی چه صیغه‌ای شما مطرح میکنی؟ شما که لباس شریف بختیاری رو تنت کردی، سردار اسد بختیاری کسی بود که اومد مشروطه رو برای قیام مشروطه اومد تهران رو فتح کرد، شما چرا یک سردار اسد بختیاری نشدی؟ شما چرا نرفتی، چرا نیومدی هم صدا با ملت ایران بشی بگی مرگ بر جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، آری به هویت ایرانی، آری به هویت ایرانی؟ مگه نمیبینید عمل کرده جمهوری رو؟ مگه نمیبینید توی اون شهرتون عمل کرده جمهوری اسلامی رو؟ جمهوری همینه. جمهوری یعنی مادرت رو صیغه بدی هر 4 سال به 4 سال به یکی. این معنی جمهوریه. فرقم نمیکنه اون که صیغه میکنه حسن روحانیه، ابراهیم رئیسیه، علی خامنه ایه، اکبر رفسنجانیه یا هر بی پدر مادر دیگه. جمهوری یعنی این.
خانواده‌ای که پدر نداشته باشه اون خانواده پکیده است، پاشیده است، اون خانواده از بین میره. پادشاه شهریار، شهریار یعنی پدر ملت. خیلی اومدن انتقاد کردن آقا چرا با آقای فلانی حرف پست در برابر ایشون گذاشتید. آقای فدایی یا هر کسی دیگه ای بیاد ویدیو بذاره، بیاد بگه من ایرانیم، دنبال ایران، دنبال هویت ایرانیم، من بازی مافیایی رو به هم میزنم، من جونم رو برای تمامیت ارضی ایران میدم، بیاد بگه رضا شاه روحت شاد، بیاد بگه جاوید شاه، بیاد بگه ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، به جای اینکه چند صد نفر توی شهرشون هوادارش باشن، چند میلیون ایرانی هوادارش خواهند شد. اگر واقعا مشکلتون مشکل ملت ایرانه، اگر واقعا دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستید، نباید حرفی رو بزنید که خود رهبر جمهوری اسلامی میگه راز ماندگاری ما همین دو کلمه است. شریعت مداری و نوری الله و امثال این اراذل و باش، اینا رفیق خامنه ایان، اینا شریک خامنه ایان. باید بیان بگن جمهوری. آقای فدایی تو چرا میای میگی جمهوری؟ مگه ما ملت، مگه الان جمهوری اسلامی رفته؟ مگه داری تبلیغات برای انتخابات میکنی؟ وقتی میبینی خوزستان آب نداره، وقتی دیدی ایزه اومدن توی خیامون گفتن رضا شاه شرمنده ایم، توی هموطن بختیاری من باید بگی رضا شاه روحت شاد، نباید بگی جمهوری ایرانی. حالا میخواید پستای ما رو ریپورت کنید، میخواید بلاک کنید، میخواید فوش بدید، هر کاری دارتون میخواید بکنید بکنید. ملت ایران تصمیمشون رو گرفتن، چه با فدایی ها چه بی فدایی ها. ملت ایران ملتیه که در آبان 98 10,000 کشته داد برای فریاد جاوید شاه، برای فریاد رضا شاه روحت شاد. آقای فدایی وقتی شما میای میگی جمهوری ایرانی، شما یک تنی یه حرفی رو زدی، اما اون حرفت میشه ابزار دست اراذل اوباش در مافیای رسانه‌ای. میتونی بری نگاه کنی که اون هموطنانمون که توی خوزستان اومدن بیرون همین چند روز پیش کشته شدن، اسیر شدن، گرفتار شدن، به فراموشی سپرده بشن. اون هموطنمون توی ایزه که اومد گفت رضا شاه روحت شاد، فریاد رضا شاه روحت شاد رو سرداد دستگیر شد، اون تو حاشیه بره. اون هموطنمون که توی کرج، توی شیراز، توی اصفهان و جاهای دیگه اومد گفت مرگ بر دیکتاتور رضا شاه روحت شاد، اون تو حاشیه بره. چرا؟ چون شما اومدی گفتی جمهوری ایرانی. شاید هم از روی عمد نبوده، شاید هم نمیدونستی چی داری میگی، اما الان که امکانات در اختیارته، بیا ویدیو بذار، بیا بگو رضا شاه روحت شاد. آقای فدایی چیت از منوچهر بختیاری کمتره؟ چیت از پویا بختیاری کمتره؟ چیت از سردار اسد بختیاری کمتره؟ بذار نامت بره بغل دست سردار اسد بختیاری، نره بغل دست تیمور بختیار، نره بغل دست شاپور بختیار خائن. این بسیار بسیار مهمه. یه بار دیگه در پایان صحبتام ویدیوی علی خامنه‌ای رو بشنوید. راز ماندگاری جمهوری اسلامی، ملت اگر میخواید جمهوری اسلامی نباشه، اگر میخواید این کشتارها توی ایران تموم بشه، باور کنید شما یک هفته بیاید توی خیابون بمونید کف خیابون فریاد رضا شاه روحت شاد، ما شاه میخواییم نه ملا، لعنت به تو روح الله رو سر بدید، جمهوری اسلامی بره، در دنیا براتون باز میشه، واکسن، بهترین واکسن از سر کول ملت ایران بالا خواهد رفت. جلوی این کشتار رو بگیرید، جلوی این بدبختی رو بگیرید، جلوی این بدبختی و کشتار گرفتنش فقط یک شرط داره، بیایید توی خیابون و فریاد بزنید رضا شاه روحت شاد، فریاد بزنید جاوید شاه، فریاد بزنید من ایرانیم، دنبال هویت ایرانی میگردم، فریاد بزنید تمامیت ارضی ایران خط قرمز ملت ایرانه، فریاد بزنید برای من ایرانی مهمه که روزانه چند هزار نفر توی بیمارستان ها دارن به خاطر وجود انگلی که به اسم جمهوری دارن نابود میشن، دارن کشته میشن. الان دیگه از هر خانواده یک نفر دو نفر نیست، الان خودتون میدونید داخل ایران خانوادگی دارن میمیرن، الان مرگ و میرها در ایران خانوادگی شده. این نتیجه جمهوری آقای فدایی
این نتیجه جمهوریه. برو در عمل کرده حکومت شاهنشاهی رو در مورد طاعون، در مورد وبا و در مورد اون مریضی های سرسخت و بسیار بسیار وحشتناک همین 100 سال پیش برو بخون، برو ببین حکومت پادشاهی ایران چقدر تلاش کرد تا ریشه وبا رو، تا وبا رو ریشه‌کن کرد. برو ببین چقدر تلاش کرد تا طاعون رو ریشه‌کن کرد. برو ببین چقدر تلاش کرد برای جزامی ها. اون حکومت، حکومت پادشاهی بود آقای فدایی. اون جمهوری نبود. جمهوری اینه که میان با هواپیمای اختصاصی واکسن فایزر وارد میکنن به علی خامنه‌ای و دار و دستش میزنن، بعد علی خامنه‌ای میاد به تو ایرانی میگه من دستور دادم واکسن نزنن. نه اون امروز گردن میگیره، نه روحانی گردن میگیره. چرا؟ چون جمهوری یعنی بیپدری، جمهوری یعنی دربدری، جمهوری یعنی خرطوخری. اینو بفهمید. نه برای نوع حکومت، برای اینکه اگه میخواید جمهوری اسلامی رو به هم بریزید، اگه میخواید دست مافیا رو قطع کنید، باید آلترناتیوی جلوش بذارید که اون متوجه بشه که شما بیدار شدید، که شما فهمیدید. آلترناتیو جمهوری پادشاهیه. آلترناتیو جمهوری اسلامی حکومت ملی ایران، حکومت پادشاهی ایران. شعار مرگ بر شاهی که اینا سر دادن و نابودمون کردن، امروز فقط با جاوید شاه، امروز فقط با ما شاه میخواییم، نم الله لعنت به تو روح الله، امروز فقط با رضا شاه روحت شاد. نه جمهوری ایرانی، نه جمهوری فدرال، نه جمهوری پارلمانی، نه هیچ کوفت و زهرماری که اول و آخرش جمهوری باشه. ما ایرانی هستیم. هویت 2500 ساله مکتوب ما پادشاهی ایرانیه. کلمه جمهوری کلمه غربیه. به ایران نمیچسبه، نچسبونینش. آقای فدری شما بیا یه ویدیو بذار، بیا بگو من هم صدا میشم با ملت ایران، بیا بگو منم میگم رضا شاه روحت شاد، بیا بگو ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. تا بعد میبینی که همین رستاخیز سیمرغ چگونه پشت شما خواهد ایستاد و از شما حمایت خواهد کرد. اما تا زمانی که نیایی بگی جمهوری ایرانی یعنی چی، نیایی بگی کی به شما گفت بیا بگو جمهوری ایرانی، یک لحظه در زدن سناریوهای سپاه پاسداران رستاخیز سیمرغ کوتاهی نمیکنه. شک نکن. صحبت خامنه ای رو بشنوید. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه. جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال پیشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض می‌کنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این دو کلمه، همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام. جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی.